به نام خدا سلام به یکی دیگه از برنامه های کانال مسلمان تیوی خوش اومدین آتیست و ملحدین که قبلا اثبات کردیم زاییده وحابیت هستن با دو تا هدف اقدام به شبه پراکنه می کنن. یکی زدن اسلام و دیگری مقابله با جمهوری اسلامی ایران این دو نکته تو ذهنتون باشه که بعدها خیلی صحبت ها در رابطه با این مسئله خواهم داشت تو برنامه قبلی به سه تا از تناقضات قرآن که مطرح می‌کنن پاسخ دادیم تو این برنامه هم به سه تا تناقض دیگه میخواییم بپردازیم این تناقض اولیش اینه که چند باغ در بهشت وجود داره برخی آیات قرآن ادعا کردن که به یک باغ اشاره میکنه از جمله آیه 73 سور زمر که ترجمهش اینه و کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده میشوند هنگامی که به آن میرسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان میگویند سلام بر شما. گوارایتان باد داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. مورد دوم میگن سوره فصلت آیه سی هست که تو این آیه می خونیم به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل می شود که نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است مورد سوم آیه 21 از سوره حدید هست تو این آیه میخونیم به پیش تازید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آوردند آماده شده است این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد میدهد و خداوند دارای فضل عظیم است اما مورد بعدی آیه 41 سوره نازعات هست که میگن در اون فقط به یک بهشت اشاره شده تو این آیه میخونیم به یقین بهشت جایگاه اوست ملحدین در ادامه میگن آیاتی هست که به چندین بهشت اشاره شده از جمله آیه 31 سوره کهف آنها کسانی هستند که برای آنان باغهای جاویدان بهشتی است که نهرها از پای درختان و قصرهایش جاری است در آنجا با دستبندهایی از طلا آراسته می شوند و لباس فاخر به رنگ سبز از حریر نازک و زخیم در بر می کنند. در حالی که در آنجا بر تخت ها تکیه کردند. چه پاداش خوبی و چه جمع نیکویی. مورد بعدی که ملحدین و آتیست ها میگن در اون به چند بهشت اشاره شده آیه 23 سوره حج. در این آیه میخونیم خداوند کسانی را که ایمان آورد و کارهای شایسته انجام داده اند در باغ‌های بهشتی وارد می‌کند که از پای درختانش نهرها جاری است. در آنجا با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می‌شوند و لباس‌هایشان از حریر است. مورد بعدی آیه 33 سوره مبارکه فاتره. ملحدین ادعا کردند باز تو این آیه هم به چندین بهشت اشاره شده. در این آیه می‌خونیم پاداش آنان باغ‌های جاویدان بهشتی است که در آن وارد می‌شوند در حالی که با دستبندهایی از طلا و مروارید آراستند و لباسشان در آنجا حریر است حالا پاسخ این شبهه چیه؟ آیا قرآن تناقضی در مورد تعدد بهشت داره یا نه؟ بریم ببینیم معنی این آیات چی بود و خداوند به چی اشاره کرده؟ در این آیات صحبت از چند بهشت نیست مثلا تو آیه 73 سور زمر از ورود گروه گروه مؤمنین به بهشت حرف میزنه ورود گروه گروه مؤمنین گروه گروه وارد بهشت میشن اما در دسته دوم آیات مثل آیه 31 سوره کف از تعدد باقهای بهشتی دقت کنید از تعدد باقهای بهشتی صحبت میکنه نه تعدد بهشت یعنی نمیگه چندین بهشت وجود داره میگه یه بهشتی هست که باقهایی داره این کجاش تناقضه؟ مثل اینونه که بگیم که شهری داریم چندین پارک داره این تناقض مثلا بیام میگی آقا شهری وجود دارد شهر تهران در این شهر چندین پارک وجود دارد مثلا پارک لاله پارک ملت پارک آب و آتش این تناقض شما یه شهری رو معرفی کردی یه جایی رو معرفی کردی گفتی بهشتی وجود داره حالا مؤمنین در باغ‌های از بهشت سکونت میکنن حالا یکی تو باغ مثلا ایکس یکی باغ ایگرگه این تناقض نیست اما شبهه بعدی میگن روز قیامت مردم چند دسته میشن ملحدین گفتن خدا تو یه جا گفته سه دسته تو یه جا گفته دو دسته بریم این رو هم با هم ببینیم میگن تو آیه هفت به بعد سوره واقعه مردم در قیامت سه دسته معرفی شدن این آیات چی میگه میگه و شما در آن زمان سه گروه خواهید بود نخست سعادتمندان و خجستگان هستند چه سعادتمندان و خجستگانی و گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند چه شقاوتمندان و شومانی بعد میگه که تو سوره بلد آیه 18 و 19 از دو دسته صحبت شده ترجمه این آیات رو هم بخونیم آنها اصحاب یمین و سعادتمندانند و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افرادی شومند حالا پاسخ این شبه چیه؟ هیچ تناقضی وجود نداره خدا در آیات گروه اول میفرماید که مردم در قیامت سه دسته اند اما در آیات گروه دوم داره وصف حال دو دسته از اونها رو شرح میده مثل اینکه یه معلمی بگه که ما در مدرسه سه کلاس داریم خب این یه صحبتیه مثل آیات گروه اول که تو سوره واقع اشاره کردن بعد همین معلم یه جای دیگه بگه که بچه های کلاس اول ما خیلی زرنگن اما کلاس سومیامون تنبلن آیا کسی میتونه اعتراض کنه بگه حرفات متناقضه چون یه جا از سه کلاس حرف زدی یه جای دیگه از دوتا تا کلاس نه نمیتونه همچین چیزی بگه چون سخن اول این معلم در رابطه با تعداد کلاس هاست تو این مدرسه چند تا کلاس داریم سه تا حالا حرف دومش درباره کیفیت و سطح درسی دانش آموزان دو تا از کلاس هاست یا آقا کلاس اول بچه های زرنگی هن. کلاس سوم تنبلن در مورد کلاس دوم هیچ حرفی نزده پس جناب معلم توی حرف اولش داره از تعداد کلاس ها صحبت میکنه توی حرف دومش داره از سطح کیفی دانش آموزان دو تا از کلاس ها صحبت میکنه کاری با کلاس دوم نداره داره درباره کلاس اول و کلاس سوم صحبت میکنه مثلا کلاس اولی ها زرنگ بودن سومیا ها تنبل بودن فرض کنید مثلا دومی ها متوسط بودن کاری باشون نداشته داشته از اونها تعریف میکرد از گروه اولی ها گفته خیلی کارشون درسته گروه سومی هم گفته که آقا اینا خیلی تعطیلن مرخصن گروه دوم چون متوسط بودن نه بالا بودن نه پایین بودن زیاد باشون کاری نداشته چه تناقضی وجود داره هیچ تناقضی و اما شبهه سوم که میگن در قرآن تناقض وجود داره چه کسی روح انسان رو قبض میکنه سوره سجده آیه یازده بگو فرشته مرگ که بر شما معمور شده روح شما را می گیرد. سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده می شوید. بعد میگن یه جای دیگه یه حرف دیگه خدا زده کجا سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله آیه 27 بریم این آیه را با هم ببینیم تو ترجمه این آیه اومده حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ بر صورت و پشت آنان میزنند و جانشان را میگیرند خب اینجا هم که جمعی از فرشته هاست آیه اول یه فرشته بود این آیه چند تا فرشته است آیه بعدی میگه خدا قبض رو میکنه کدوم آیه آیه 42 سوره زمر بریم این آیه رو با هم ترجمه شو بخونیم خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض میکند و روح کسانی را که نمرده اند نیز به هنگام خواب میگیرد سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه میدارد و ارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز میگرداند تا سرآمدی معین در این امر نشانه های روشنی است برای کسانی که می اندیشند. خب حالا تناقضش کجاست هیچ تناقضی وجود نداره چون اولا همه اینها برمیگرده به خود خدا که اگر خدا دستور نده فرمان نده اجازه نده هیچ قبض روی صورت نمیگیره ثانیا ملک الموت تنها نیست یارانی داره مثلا آیه 61 سوره انعام رو ببینید میگه و اوست که بر بندگان خود تسلط کامل دارد و مراقبانی بر شما میگمارد تا زمانی که مرگ یکی از شما فرارسد در این هنگام فرستادگان ما جان او را میگیرند و آنها در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان کوتاهی نمی کنند خب پس ملک الموت هم تنها نیست اسرائیل با دستیارانش با فرشتگان دیگه قبض روح میکنن مثل چی میمونه بذارید یه مثال بزنم مثلا میگن نادرشاه افشار فلان جا رو گرفت آیا این به این معناست که نادرشاه افشار به تنهایی رفته اون شهر رو گرفته نه با سپاه خودش با لشکر خودش رفته شاید اصلا نادرشاه تو جنگ هم شرکت نکنه یه گوشه وایساده داره نظارت میکنه داره دستور میده داره فرمان میده بالله بلا تشبیه خداوند دستور میده به ملک الموت ملک الموت مثلا فرض کنید وزیر لشکره درست شد میره سربازان خودش رو هم میبره اون شهر رو میگیرن مثلا مثل اون لشکری که مثلا نادرشاه افشار رفت اون شهر رو گرفت ملک الموت با یاران خودش میره قبض روح میکنه یا یه مثال دیگه فرض کنید رئیس جمهور یه بخشنامه ای رو به سراسر کشور ابلاغ میکنه رئیس جمهور ابلاغ کرده ها اما وظیفه ابلاغ با کیه با وزیر کشور وظیفه اجرا با کیه با استاندارا تازه خود استاندارا باز یه سری زیر دارن مثل فرمانداری ها بخشداری ها دهداری ها آیا این تناقضی داره چون رئیس جمهور دستور داده و فرماندار داره اجرا میکنه اینا تناقض داره نه همش برمیگرده به دستور رئیس جمهور فکر میکنم با دیدن این برنامه و در کنار برنامه قبلی گذاشتن بفهمید که ملحدین چقدر بیوجدانند از آیاتی که مشابه هستن استفاده میکنن که شما رو فریب بدن اصل مسئله رو برای شما باز نمیکنن فقط میگن تو فلان سوره یه بهشت اومده تو فلان سوره چهار تا بهشت اومده در صورت که وقتی میای نگاه میکنی میبینی نه اصلا اینا دوتا با هم فرق میکنن اونجا یه بحثی رو مطرح میکنه اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه هدفشون چیه قرآن به عنوان مقدس ترین کتاب ما مسلمان ها خیلی ارزشمنده اینها میخوان قرآن رو بزنن به زعم خودشون به خیال خام خودشون که مسلمان ها رو از دین از اسلام از قرآن زده کنن بگن ببین دین شما تناقض داره دنبال چی هستید از تقدس بندازن حرمت شکنی کنن از هان شما رو مشوش کنن بعد بری تو خلوت خودت گیر کنی تو بنبست بگی اه ما 20 سال اشتباه فکر کردیم اما اگه اهل مطالعه باشی کلیپ های مسلمان تیوی رو ببینی همیشه تو دهنی به اینا میزنه همیشه اینها رو نواخته این ملحدین آتیست ها چرا؟ چون ما پاسخ داریم اسلام 1400-500 ساله با این شبهات داره زندگی میکنه و پاسخ داده و همه لالمونی گرفتن. و وقتی پاسخ میدی دیگه لال میشن. هیچ جوابی ندارن. چون رسوا شدن. جوابش رو دادی فهمیده که داره دروغ میگه. داره مردم رو با هیله و فریب و نیرنگ گمراه میکنه. حالا یکی پیدا شده جواب رو داده. وقتی جواب رو میدی دیگه هیچ چرفی نمیزنن. اما برای اینکه بازدیدشون تو یوتیوب بره بالا میزنن تناقضات قرآن بعد میری داره یه مش چرندیات اونجا تحویل مردم میده همین آدم ها که آدم نیستن آدم نمان از مناظره فرار میکنن مسلمان تیوی رو بلاک میکنن خب این پاسخ شماست هیچ تناقضی در قرآن وجود نداره یک نفر یک نقطه به اندازه یک نقطه تناقض در قرآن پیدا کنه بیاره من کانال مسلمان تیوی رو میبندم اصلا دیگه پاسخ هم نمیدم میگم دمش این یه نفر اومد پیدا کرد یه نقطه ما هم مردیم دیگه حرف زدیم کانال رو ببندیم یه دونه نقطه نمیتونن پیدا کنن یه دونه امیدوارم که از این برنامه هم لذت برده باشید برنامه رو با دیگران به اشتراک بگذارید بذارید مردم آگاه بشن یک عده کارشون لجن پراکنیه جوونا نو اگر دور برتون کسی هست شبهات قرآنی تو ذهنش مطرح شده حتما اینا رو براشون بفرستید تا استفاده کنن و اعتقاداتشون قویتر از گذشته بشه ممنون که تا انتهای این برنامه هم همراه من بودیم با لایک ویدیو کمک میکنید یوتیوبون رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون